درود به شما براندازهای عزیز. مهمترین عاملی که باعث شده جمهوری اسلامی با این حجم از فساد و بیلیاقتی بیشتر از 40 سال دووم بیاره، منابع نفت و گاز و ثروت‌های ایران نیست. همکاری با روسیه و چین هم نیست. مهمترین عامل ویرانی ایران سکوت خودمونه. هیچ نیروی در جهان قدرت یه جمعیت میلیونی رو حتی اگر دستشون خالی باشه نداره. یه آقایی میگه سن 50 سال، من از کنار من رد شد، یادم بود من با دو چرخ قسم به پرزیش دارم، یه حرف بدی به من زد، دور زدم رفت کنارش دشت، گفت شما چند سالتونه؟ گفت چطور؟ گفتم میخوام ببینم به هر بزرگتری باید احترام بذارم یا نذارم. بچه ها اگر هر کدوم از ما وقتی که یه بی‌عدالتی رو می‌بینیم بریم و اعتراض بکنیم، حرف بزنیم، طرف دیگه یا سه بار حرکت رو زدم سه تا حرف شدیدم دیگه نمیزنم. چرا؟ تو نمیخوام اینجوری با هم رفتار بشه. سکوت نکنید، با ادب باشید و برید حق خودتون دفاع بکنید. من این کارو کردم برای خودم و برای همتون. شما هم این کارو بکنید برای خودتون و برای من. روزتون بخیر. سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور هم گفته هزینه نگهداری هر سارق در زندان ماهانه 25 میلیون تومانه. گفته میشه سارقان هم گفتن ماهی 10 میلیون به خودمون بدید، هم دست از دزدی برمیداریم و هم مثل دیگر سارقان در نماز جمعه و جماعت هم شرکت خواهیم کرد. تازه ریش هم میذاریم. اما دلیل اینکه استادیوم آزادی رو کوبیدن و نمیخوان بسازنش رو هم میشه از اتفاقی که بعد از بازی مروان و زباهن افتاده کاملا متوجه شد. یکی رو میشناسم که یه موقعی توی حوزه قم بود ولی خیلی زود خودشو از اونجا نجات داد. میگفت یه قانون نانوشته بین طلبه های تازه کار و آخوندهای کله گنده وجود داره، اونم اینه که توی لوات هر فاعلی یه روزی مفعول بوده. پس میتونیم با جرئت بگیم همه این آخوندهایی که مشغول لواتن یه روزی مثل خامنه ای توی حمام منصوری مشهد سرویس میدادن. اصلا دلیل این که رژیم ملاها اینقدر از اسم خاندان پهلوی وحشت و نفرت داره به همین موضوع برمیگرده و دلیلش رو میشه توی این کلیپ با هم ببینیم. هم قفص شاهان صفوی به خصوص اواخر دوره صفوی معروف بودن به بچه بازی. به داستان معروفی هم هستش که رضا نادرشاه چند تا از بزرگان رو جمع میکنه و دم حجره آخرین شاه صفوی رو نشون میده که این داره چی کار میکنه با بچه های کوچیک رو کم سن و سال. این قضیه رو نادرشاه مقدار جمع میکنه تو دوره قاجار دیگه میشه عرف، یعنی بچه بازی و بچه تو حجره داشتن و نمیدونم این کارا و چند همسری و این حرف عرف بوده. تمام عقده و تاریکی که بین این مسلمان ها این تیپ ایرانیان متاسفانه و حکومت پهلوی هست از اونجا شروع میشه که رضا شاه این کثافت‌ها رو جمع میکنه و یکی مثل خمینی از اونجا معروف میشه که به دربار نامه مینویسه که چرا به زنها حق رأی دادید و چون دربار جواب همه علما رو میده جواب اینو نمیده، میان تبلیغ میکنن که این با دربار نیست، برای همین جوابشو نداره و واسه خمینی اعتبار میتراشه. اینها یه مش زن ستیز به خلوت رو و آن کار دیگر بکنند. این روزا که ابراهیم رئیسی به خاطر گرونی ها هر شب تا صبح بیداره و کنار جمیله علم الهدا قصه میخوره، علی ضیا هم روی زخم یکی از بدترین رئیس جمهورهای تاریخ جمهوری اسلامی نمک پاشیده. میدونم و کاملا میشناسم گیاخاری رو، اما گیاخار نمیشم. این تلاش رو نکنه، فقط یه نفر میتونه با تلاش های بیشاعبه و شبانه روزیش بندر گیاخار کنه، اونم آقای رئیسیه که اگر با همین شکل تلاشی که داره انجام میده در راستای افزایش قیمت ها به ویژه قیمت گوشت و مرغ و چند شب دیگه نخوابه، من گیاخار میشم. فقط اون میتونه، بقیه‌تون نمیتونه. اما قبل از اینکه به واکنش عجیب همسر آخوند حقشناس به سکس همسرش با شوهر خواهرش بپردازیم و بفهمیم که توی مغز ارزشی‌ها چی می‌گذره، بهتره یه نگاهی به حمله کتایون ریاهی به خامنه‌ای بندازیم. بازیگر زنی که قهرمانان خامنه‌ای رو یه رهبر کم خرد معرفی کرده که چوب حراج به خاک ایران زمین زده.
رئیس جمهور یا رهبری که به جای خرد سرمایه و ثروت داره به راحتی زمین زیر پای ما رو حراج میکنه، چوب حراج میزنه زمین زیر پا ما و طبیعت. به نظر من باید بعد از سقوط رژیم این جمله کتایون ریاهی رو با طلا حک کنیم و به سردر بیت خامنه این نصب کنیم تا نسلای بعدیمون هرگز اشتباه نسل 57 رو تکرار نکنن. یک کلیپ کوتاه ببینیم تا به عمق حقیقت موجود در حرف خانم ریاهی بیشتر پی ببریم. اینجا دریاچه ارومیه است. حالا ما وسط دریاچه ایم. ماشاءالله به لطف مسئولین دریاچه خشک خشکه. یه سوالی که توی ذهن خیلی آمون هست اینه که بعد از افشای لوات مسئولین و ملاهای وابسته به رژیم، خانواده هاشون و مخصوصا همسرشون چه واکنشی به این رسوایی نشون میدن؟ همسر آخون حقشناس که ویدیوی لوات با باجناقش رو همه ملت ایران تماشا کردن، در واکنش به این رسوایی مدعی شد دلیل لوات همسرش بی‌حجابی خانوما در جامعه است و نمیشه همسرش رو مقصر دونست. این زنش استشوی مغز شده گفت بهتره به جای پرداختن به این موضوع به فکر جمع کردن بی‌حجابی از جامعه باشیم تا این اتفاقات تکرار نشه. امروز اما ویدیویی از حمله یه بانوی خرم‌آبادی به خامنه ای پربازدیدترین کلیپ فضای مجازی بوده. بانویی که به نظر میرسه داره به خاطر فقر شدید مجبور به تنفروشی میشه و این موضوع خیلی آزارش میده. به صحبت‌های تکان دهنده این بانوی ایرانی توجه کنید. اون دنیا میخوابم اگر بهشتی باشه. نمیذارم اگه دنیای عبادت داشته باشه. من جواب من یکی ها بدید. جواب بدبختی های منو بدید. جواب زجرایی که من کشیدم تو کشور نفتی، تو کشوری که یه عالمه معادن داره. عربا غیر از نفت چی دارن؟ زناشون ناپدلا دارن، امنیت دارن. مرد ایرانی، زن ایرانی چی دارن با این همه معدن؟ نفت همه چی دارن؟ معدن طلا، معدن الماس، معدن نمیدون هر کوب تو زهرماری بگی ما داریم. ما ثروت مردیم، ما داریم. ما نیازی نیست ناموسمون بره برای 50 تومن این برابر. ما نیازی نیست دختر دانشجو خجالت بکشه بره پشت در بشینه. چرا بردش غیر ارتفاعی؟ ما دولتی ها جور نمی کنن خیلی هاشون. یه بچه میبینه استعداد نداره، نمیتونه، فشار روشه، عقلش کامل نیست، باهوش نی، باید کمکش کنی. غیر ارتفاعی ها شلوغه، سر جلسه امتحانی میشه، صابخونه زنگ میزنه. همین امروز زنگ زد که خونه خالی کن. همین امروز زنگ زد. شما تلفنمو به همتون میدم. 0917 641 5075. ایران زمانی خرم‌آباد. زبانم بلد نیستم، سواد آنچنانی هم ندارم، فقط یه چی میدونم، رسم ما غیرت بودن، ایرانی بودن، شرف داشتن این نیست. این بر قایق سوراخ من بچه هم غرق شدیم، من غرق شدم، بچه هم هم میشن. شما هم پسر من امسال زن و بچه تون غرق میشه، سالی دیگه میشه، که فرداش خبر داره. ما انگشته یه دستیم. من عاجز شدم، من درمونده شدم، من بیکس شدم، من خوار و ذلیل شدم. من بدم میاد که تو دستیر بیتونم بخوره. من زنگی میگشم خدا یه شوهر برای زن قرار دار، چون نمیتونه با دوتا مرد بقل خوابی کنه. ناموس ما به طرف رفت، ناموس ما به باید رفت. خونای پاپ زیاد شد، مردمون معتاد شدن، به سرامون شیشه این شدن. بسته بسته. اگه نمیتونه مملکت اداره کنه بره بره، هر چی میخواد ببره ببره، ولی بره، ولی بذاره نسلمون درست بشه. اگر میتونه یا علی درستش کنه، هرچی خرابکاری کردن درست کنن. یا علی